جیسون استاتهام در 26 جولای سال 1968 در شایر بروک واقع در انگلستان به دنیا آمده. مادرش رقصنده و پدرش دستفروشی بود که گاهی اوقات در رستوران‌ها یا کلوپ‌ها به خوانندگی می‌پرداخت. جیسون دوران نوجوانیش را در کنار وینی جونز سپری کرد، کسی که بعدها به فوتبالیستی حرفه‌ای بدل شد و جیسون هم به واسطه وینی وارد رشته فوتبال شد و به مدت 5 سال برای تیم محلی گرامر اسکول به بازی پرداخت. بعد از گذراندن این دوره فوتبال رو به طور کامل کنار گذاشت و وارد رشته شنا و شیرجه شد. در شرایطی که سایر شناگران از سنین 4-5 سالگی وارد این رشته میشن، اون از سن 15 سالگی بود که شنای حرفه‌ای رو آموخت و تمریناتش رو تا حدی ادامه داد که در نهایت وارد تیم ملی شیرجه بریتانیا شد و در ادامه به مدت 12 سال در عضویت اون باقی موند. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. اون تمام زمان خارج از مدرسه‌اش رو در مرکز ورزش‌های ملی کریستال پالاس به تمرین می‌پرداخت. جیسون در 3 المپیک 1988 سئول، 1992 بارسلونا و 1996 آتلانتا برای تیم بریتانیا به میدان رفت. اون در تمام این مدت به واسطه انضباط، شجاعت و تلاش بی‌وقفه‌اش مورد تحسین مربیان مختلف قرار می گرفت. جیمناستیک، تنیس، کیک بوکسینگ و اسکواش از دیگر ورزش هایی بود که استاتهام در دوران نوجوانی و جوانیش اونها رو تجربه کرد. اون در این میان هنرهای رزمی رو هم آموخت. جیسون مجبور شد سراغ کار پدرش بره و در گوشه ای از خیابان جواهرات بدلی و عطر تقلبی بفروشه. جیسون همزمان با کار به عنوان مدل کمپانی فرنچ کانکشن توسط اطرافیانش به کارگردان بریتانیایی گای ریچی معرفی شد. ریچی که برای تکمیل گروه بازیگران فیلم قفل انبار و دو بشک باروت به دنبال هنرپیشه‌ای می‌گشت که سابقه دستفروشی داشته باشه، جیسون رو بهترین گزینه برای نقش مورد نظرش یافت. جیسون در این فیلم با دوست صمیمیش وینی جونز همبازی شد که اونم همچون او اولین نقش سینماییش رو تجربه می‌کرد. قفل انبار و دو بشک بارود بعد از نمایش با استقبال بسیار خوب تماشاگران و منتقدان همراه شد و در این میان استاتهام هم تونست نقش آفرینی باورپذیر و بامزه‌ای رو ارائه بده. البته اون برای بازی در فیلم بعدیش 2 سال انتظار کشید و در نهایت با حضور در دومین فیلم گای ریچی تحت عنوان قاپزنی بود که تصویر اون بار دیگه روی پرده سینماها رفت. جیسون در این فیلم با ستارگانی همچون براد پیت و بنیسیو دل تورو هم بازی شد و در ادامه هم موفقیت فوق‌العاده فیلم منجر به باز شدن پایمون به دنیای هالیوود شد. استاتهام به عنوان نخستین آثار هالیوودیش در فیلم ارواح مریخی با جان کارپنتر همکاری کرد و در اکشن تخیلی یک کتاز یا بی همتا هم بازی جت لی شد. اون در ادامه در فیلم جنگ و مجموعه فیلم‌های بی‌مصرف‌ها دوباره در کنار جت لی به ایفای نقش پرداخت. اولین نقش اصلی استاتهام در هالیوود به فیلم ترانسپورتر و بازی در نقش یک سرباز سابق ارتش به نام فرانک مارتین برمیگرده که با تکیه بر هوش خودش و توانایی‌های ویژه‌اش در رانندگی به عنوان مأمور انتقال به فعالیت می‌پردازد. تمام صحنه‌های اکشن فیلم رو خودش بدون بدلکار پیش برد و در صحنه‌های تعقیب و گریز هم شخصاً پشت فرمون نشست. در این زمان بسیاری از منتقدان سینما ضمن تحسین توانایی‌های فیزیکی اون از اون به عنوان نسخه میان وزن وین دیزل نام می‌بردند. استاتهام در همین سال در فیلم ماشین مین نقش مونک دروازه‌بان تیم فوتبال زندانیان رو بازی کرد که برای دستیابی به آزادی با تیم زندانبانان به رقابت می‌پردازه. در این فیلم به جز استاتهام و وینی جونز که نقش کاپیتان سابق تیم ملی انگلستان رو بازی می‌کنه که بر سر مسائلی سر از زندان درآورده، تعدادی از فوتبالیست‌های قدیمی انگلستان هم به ایفای نقش پرداختن. استاتهام در ادامه در فیلم شغل ایتالیایی که بازسازی فیلمی به همین نام محصول سال 1969 بود با ستارگانی مثل مارک والبرگ، چارلیز ترون و ادوارد نورتون همبازی شد. اون در فیلم تلفن همراه به کارگردانی دیوید آر الیس و نویسندگی کریس مورگان برای اولین بار در نقشی کاملا منفی ظاهر شد. جالب اینجاست که نقش منفی بعدی جیسون با بازی در نقش شخصیت دکارت شاو در مجموعه فیلم‌های سری و خشمگین رقم خورد که نویسندگی این مجموعه هم بر عهده کریس مورگانه.
سرقت بانک به کارگردانی راجر دونالدسون یکی از تحسین شده ترین فیلم های کارنامه جیسون استاتهامه. استاتهام در ادامه به دعوت از سیلوستر استالونه در فیلم بی‌مصرف ها در کنار تعدادی از بازیگران با سابقه اکشن سینما مثل دولف لاندگرن و جت لی قرار گرفت. مکانیک به کارگردانی سایمون وست با سازی فیلمی به همین نام محصول سال 1972 بود که جیسون در اون در نقش آدمکشی به نام آرتور بیشاپ ظاهر شد و قسمت دوم این فیلم هم 5 سال بعد باز با حضور جیسون روی پرده سینما رفت. استاتهام در طول حضور نزدیک به 2 دهه‌ایش در سینما در بیش از 40 فیلم سینمایی در نقش‌های اصلی و مکمل به هنرنمایی پرداخته و در این میان پیشنهاد بازی در چندین نقش مختلف رو هم رد کرده که از مهمترین اونها میشه به نقش مأمور 47 در هیتمن و کوپر در سربازان سگی اشاره کرد. جیسون هیچگاه در مصاحبه‌هاش علاقه‌ای به صحبت درباره زندگی شخصیش نداره. اون از سال 1997 تا سال 2004 با مدل و بازیگر انگلیسی کلی بروک رابطه داشت. جیسون در سال 2010 با همراهی روزی هانتینگتون وایتلی در جشنواره موسیقی کواچلا رابطه‌اش رو با این مدل و بازیگر سرشناس عمومی کرد. اونها در 10 ژانویه 2016 خبر نامزدی خودشون رو رسانه‌ای کردند و در ژوئن 2017 صاحب فرزند پسری به نام جک اسکار شدند.